یکی از هممیهنان به نام خانم فاطمه شرافتیان، آدم کشی در اورلاندو را پیوند دادید به ترور گرامیات احمد کسروی. چقدر گویا و تلخ بود در که این فاجعه های برآمده از ایده اسلامی، و بسیار با ارزش است که بی تفاوتی و فراموشکاری های هممیهنانمون رو یادآوری باز و همچنین بازگو نمودید. من مسخ شدن آدم ها را در نزدیکان خودم آشکارا میبینم. من هم با گفتار شما متوجه شدم که فراماسونری در واقع جریانی است متفاوت از آنچه که تا کنون فکر میکردم. بسیار از گفته های شما سپاسگزارم و آرزوی تندرستی و سربلندی روزافزون براتون دارم، آقای امینی ارجمند. جناب مهری، پیش از اینکه نامه دیگری رو بخوانید خدمتتون بگم، من یکی دو تا ایمیل خصوصی داشتم که پس از اینکه من این بحث رو عنوان کردم که برداشت چیره بر در میان ایرانیان در مورد فراماسونری با واقعیت فراماسونری یکی نیست، نه اینکه فراماسونری پدیده خوبی بوده، ولی به هر روی آنچه که در میان ایرانیان روان شده و به ویژه پس از اون سه جلد کتاب رایین پذیرفته شده تا چه اندازه نادرست است. یکی دو نفر برای من ایمیل کردن، البته از میان دوستانی که بر روی من رو میشناسن، که آقای امینی به لوژ امینی خوش آمدید. گفتن شما حتما یه لوژی درست کردید و خودتون هم فراماسون شدید و به این ترتیب پیوستید به این کار. البته پاسخ دادم به دوستانه که لوژی در میان نیست و پولی هم نرسیده، ولی من آنچه که راستی تاریخ هست رو بیان میکنم و نقد میکنم، چون باورم این است که کار آقای اسماعیل رایین کار نادرستی بوده. اون فهرستی که در پایان کتاب چاپ کردند و کاملا نادرست است. اجازه بدید یه نکته دیگری رو اشاره کنم. در سالهای گذشته، در چند سال گذشته، یک خاطرات چاپ نشده‌ای از قول آقای اردشیر زاهدی در ایران به چاپ رسیده. البته میدونید که آقای زاهدی دو جلد خاطرات رو با کمک یکی از روزنامه‌نگارانی که شما خوب ایشان رو میشناسید به چاپ رساندند، من این رو نقد کردم، ولی در ایران خاطراتی از ایشون به چاپ رسیده که جعلی است، ساختگی است و از زبان ایشان، از زبان آقای زاهدی در مورد فراماسونری که حتما ایشان میدانم که نقد به فراماسونری دارن، چیزهایی در مورد فراماسونری گفتن که بسیار دردناک و واقعا تلخ است. یعنی گفتن که کسانی که در این لوژ ها بودن باید اعمال جنسی ویژه ای رو با دیگر رهبران انجام میدادن تا پذیرفته بشوند، خورد بشوند. از این نوع خاطر نویسی های دروغین در ایران در این سالها پذیرفته و روان شده و باید خیلی با دقت به اینها نگاه کرد، به ویژه به دلیل اینکه اینترنت این نوع نوشته ها رو گسترش میدهد و پذیرفته هم میشود. خیلی ها این رو به عنوان حقیقت میپذیرند. اینها رو باید با دقت نگاه کرد و نپذیرفت تا درستی اونها پذیرفته بشود، درستی اونها ثابت بشود. آقای امینی، یه شب در پاریس، نمیدونم چه شد، چگونه بود، ما چند نفر بودیم، نمیدونم از مهمونی میامدیم یا مهمونی میرفتیم، برخوردیم با آقای رایین. فکر میکنم که یک دو سال قبل از انقلاب بود. بله. چون ما از 7-8 سال پیش از انقلاب رفته بودیم پاریس، اونجا به اصطلاح درس بخونیم، منم نماینده روزنامه اطلاعات بودم اونجا. شما جزو کافه نشینان پاریس بودیم پس وقت. چی نشینان؟ کافه نشینان میگفتن. کافه یا کاخ؟ کافه، کافه نشینان. برصورت نه، تو خیابون من وایستده بودیم، آقای رایین که خب روزنامه نگار بود و ما هم دیگر رو خوب میشناختیم، خدا بیامرز، برگشت گفت آقای بنی صدر سر من کلاه گذاشته.
شروع کرد به بدگویی از بنی صدر و حرفش این بودش که بنی صدر بدون اجازه من این سجل کتاب چاپ کرده. حالا کارشون به کجا کشید من نمیدونم، ولی این نشون میده که خودش اعتقاد داشته به این سجل. شکایت از جعفری کردن، در مورد جعفری امیرکبیر کردن که این کار رو بدون اجازه انجام بدن و نمیدونم راجع بنی صدر، ولی میدونم که اصلا در ماجرای سکته قلبی ایشون رو هم نسبت دادن به درگیری که ایشان با زنده یاد جعفری سازنده امیرکبیر داشتن و نمیدونم حالا چرا به خاطرات جعفری رو من خوندم، شما حتما مطالعه فرمودید. بله بله بله، اونجا مسائل چیزی جور دیگه است. بله بر روی اجازه میدیم بقیه نامه ها رو؟ خواهش میکنم. من میترسم به چیز دیگه نرسیم. نامه ایست از آقای اکبریان. بله. اسم کوچیکشون رو نمیگم. نوشتن با سلام و ابراز ادب. بنده از منزل دوستم نظارگر برنامه مفید شما بودم آقای امینی. از آنجایی که علاقه بسیاری به تاریخ معاصر دارم، بران شدم که از جناب‌عالی خواهش کنم کتابی مفید، معتمد و ساده به این بنده معرفی کنید، در جهت اینکه علم من در حوزه تاریخ معاصر ایران بیشتر شود. با درود و تشکر. خیلی برای من دشوار هست که من بتوانم کتابی رو معرفی کنم، یک کتاب رو. یکی از جنبه های بسیار دردناک فرهنگ و تاریخ ما در این است که به دلیل درگیر شدن سیاست با تاریخ معاصر ما نداریم اون مجموعه هایی رو که به دور از درگیری های تاریخی و بخش سیاسی به پژوهش تاریخ تاریخ احزاب بهار چی؟ بله، اون به نظر من یکی از کتاب‌های بسیار ارزشمند اون دوران هست که دوران مشروطه رو خیلی خوب وقایع نگاری کرده بهار. یعنی تاریخ 20 ساله مکی چی؟ پر از دروغ هست، پر از سازندگی و پر از ناراستی. من دارم میخونمش پس باور نکنم. نه، خواندنش مفیده، ولی مکی گزارشگر صادقی امینی در مورد تاریخ نیست و کارهایی که انجام داده کارهای پژوهشگرانه نیست. مکی خودش در کانون این کتاب نشسته و این گونه برداشت رو به خواننده میدهد که او در واقع این تاریخ 20 ساله رو تنظیم کرده و ساخته و پرداخته. برداشت نادرستی از تاریخ میدهد. قهرمان او مدرس است در این کتاب و آدم‌های از این دست و به نظر من و دشمن بعدها می‌دانید که دشمن مصدق شد و پژوهش درستی نیست. یک کتاب دیگری که خیلی در میان ایرانیان پذیرفته شده و خیلی‌ها اون رو به عنوان یک نمونه بررسی تاریخی خوب و کوتاه می‌دانند از دوران 100 سال گذشته ایران، کتاب ایران در میان دو انقلاب آقای دوست گرامی، من با ایشون دوستی هم دارم، یرواند آبراهامیان هست. من این کتاب رو دارای ارزش میگن ارزش های چپی داره، ارزش های توده‌ای داره، یعنی بی ارزشی های توده‌ای. یعنی این کتاب یه مقدار زیادی با یک رشته برداشت های هوادارانه از حزب توده نوشته شده. البته نمیگویم که ایشان هوادار حزب توده است، ولی نگاه ایشان نگاه هوادارانه از تاریخی است که توده‌ای ها برای ایران ساختند و بخش زیادی از این کتاب به در واقع بزرگ کردن حزب توده پرداخته. این درست نیست. این کتاب خیلی در ایران پس از برگرداندنش به فارسی مورد استقبال بوده و بارها چاپ شده، ولی درست 15 بار چاپ شده، دست کم 15 بار تجدید چاپ شده. ولی من فکر می‌کنم همیهنان اگر بخواهند تاریخ ایران پس از مشروطه رو باش آشنا بشن، کتاب تاریخ مشروطه احمد کسروی، سه کار بزرگ زنده یاد، کتاب آدمیت، فریدون آدمیت بسیار ارزشمند هست. برخی از کارهایی اون سه کتاب چی هن آقای امینی؟
کتاب ایدئولوژی مشروطه و کتابی که درباره امیر کبیر رو نوشته و کتابی که درباره اندیشه ترقی و سپه سالار در واقع مطرح کرده. یعنی کارهای آدمیت همه کارهای بسیار ارزشمندی هستند. البته باید همون کارها رو هم با نگاه برحال نه بدبینانه انتقادی بر روی پژوهشی اگر بتوان نگاه خورده گیرانه نگاه خواند. ولی کتاب هایی هستش که کتاب های ببخشید آقای امینی، خانم ناطق چی کتابشون چطور؟ به نظر من در کارهای خانم ناطق میتوان جنبه های بسیار ارزشمندی رو یافت. ایشان اجازه بدید من چون به تازگی هم درگذشتن و زیاد به کار ایشون اشاره نکنم، ولی من فکر کنم برخی از کارهای ایشان بسیار بسیار کارهای ارزشمندی هست. ولی فکر میکنم برخی از خاطره هایی که در دست هست از دوران گذشته برای هممیهنان ما باید بیشتر خواندنی باشه، آموزنده باشه. کتاب سه جلدی تاریخ اجتماعی ایران، تاریخ اداری و اجتماعی ایران مستوفی، عبدالله مستوفی، بسیار آموزنده است به داوری من. همه داوری های او درست نیست، ولی از نظر تاریخی آگاهی هایی رو میدهد که بسیار ارزشمند است. حیات یحیی کتاب بسیار ارزشمندی است، اگر بتوان در ایران اون رو یافت. کتابی است که 4 جلد است و دولت آبادی اون رو نوشته در اون دوران. به داوری من یادداشت های علم یکی از برجسته ترین کتاب ها برای آشنایی با دوران ویژه ای از دوران محمد رضا شاه پهلوی است و کتاب های در این زمینه زیاد است. ولی بیشتر کشورهای پیشرفته جهان کسانی پیدا شدند و هستند که تاریخ معاصر این کشورها رو با بدون یا با یه دیدگاه بی تفاوت به اندیشه های ایدئولوژیک و نظری و سیاسی گزارش میدن. ما در ایران این رو نداریم و ای کاش که گروهی از پژوهشگران کنار هم جمع بشوند و بیایند یک تاریخ 100 ساله ایران رو برای نسل جوان ایران بنویسند، دست کم گزارش تاریخی بدهند. چون ما با دو پدیده در این زمینه روبرو هستیم، یکی گزارش رویدادهای تاریخی است که اونها رو نمیتوان جعل کرد و دست برد، دیگری بررسی این رویدادهای تاریخی است، اون رو میتوان مورد بررسی قرار داد. ولی خود گزارش تاریخ هم در دست ما نیست، یعنی جزئیات گزارش تاریخ هم از رویدادهای 100 سال گذشته ایران با اینکه بسیار نزدیک به ما هست، اینها ردبندی نشده و در اختیار ما قرار نگرفته. این است که پاسخ خیلی مثبتی به این هممیهن گرامی که خواهان خواندن یک کتاب برای آشنایی با تاریخ ایران هستند رو ندارم. البته تاریخ ایران خارجی ها از جمله آکسفورد و یا کمبریج، اینا تاریخ های جالبی است ولی دقیق نیست. ایرانیکا کوشش بسیار زیاد و ارزشمندی رو در این زمینه انجام داده که یک تاریخ بسیار موثقی رو در اختیار مردم قرار بده، ولی خب بر روی اون هم شما برایشون مقاله نوشتی؟ بله من چند مقاله در اونجا دارم، ولی خب برحال ایرانیکا به انگلیسی است و کار آکادمیک هست، کار خواندنی شبانه نیست که شما کتاب رو ببرید در رخت خواب و این رو بشورید و بخوانید. کتابی نیست که شما ما نداریم، ما کتابی که بتواند شما خواهید. یعنی من یا همه مردم؟ بله میفرمایید شما، منظورتون منم؟ نه یا همگان شما و یعنی شما مردم؟ بله ما نداریم، ما چنین کتابی رو نداریم یا کتابهایی رو نداریم که بتواند با خوندن اون ما دریابیم، شما دریابید که تاریخ ایران چگونه بوده. باید یک مجموعه ای رو بخوانیم. همین کتاب هایی که پشت سر من هست راستی اینا رو خوندین؟ بله یکی از من پرسید گفت اینا رو خوندن، بعد خودشون اضافه کردن که فکر نمی کنم همه رو خونده باشن، ورق زدن و نکاتی رو که در جستجوش بودن پیدا کردن. درست گفتن؟ نمیدونم تا چه اندازه ای، ولی دست کم
باید خون دیگه این کتاب ولی من به کار هر خانومم کس گفتم نیست. که خانوم من خیلی به من اعتقاد داره و اینا، داشت میگفت تو فلانی بیساری، گفتم چی؟ ما در مقابل آقای امینی هیچیم، این همه کتاب خونده. خواهش میکنم. بله برو میفرمونی. پاسخ من این به این همیهنه گرامی است که یک کتاب رو من نمیتوانم به ایشان پیشنهاد کنم برای خواندن، نداریم چنین چیزی رو. آقای امینی، درباره مدرس که صحبت کردین، من درباره مدرس اظهار نظرهای متفاوتی شنیدم. بله. مثلا خمینی میگفتش که مدرس معتقد بود که دیانت ما عین سیاست ماست و سیاست ما عین دیانت ما. عین خود جمله مدرس هست این. بر صورت. ولی من بعد از اینکه لیسانسمو گرفتم یه قراردادی داشتم با وزارت فرهنگ که برم 5 سال در شهرستانها خدمت کنم. اولین و آخرین شهری که رفتم کاشمر بود، همون جایی که تبعید شده بود مدرس. بله دقیقا. آقای امینی، ما رفتیم اونجا خونهی بگیریم، یه جایی بگیریم اینا، بعد یکی دوستان فرهنگی به ما گفتش که یه خونهی هست، چند تا اتاق داره، یه دختر و یه مادر در اونجا زندگی میکنه، این بهتر اینجاست برای شما. خطرناک هم بود البته. بعد اولین شب جمعه که شد، این دختر خانم با مادرش آمدن تق تق در اتاق ما رو کوبیدن، من و مادرم بودیم. گفتن که شما نمیاین امشب؟ گفتیم کجا؟ گفتن زیارت آقا. و آقا کیه؟ آقا مدرس. تمام شهر میرن. این هم یکی از اون دروغ‌های تاریخ مثل این که. نه، دروغ نیست. ببینید، مدرس یه شخصیت ویژه‌ای در تاریخ ایران بوده. ما باید او رو به عنوان یک سیاستمدار منتقد به خودکامگی بشناسیم و در این حال سیاستمدار مذهبی سخت، هوادار اندیشه‌های بر روی اندیشه‌های کهن. آدمی است که از اون لاک خودش هیچگاه نتوانسته خارج بشود، یعنی نتوانسته بیرون از رخت فکری دینی خودش داوری‌های جدیدی بکنه. اما روی هم رفته میتوان گفت مدرس نسبت به پیرامونیان خودش، روحانیان دیگری که در اون دوران بودن، آدم جلوتری بوده. آدمی بوده که در یه دورانی سخت از فراز رضاخان به نخست وزیری پشتیبانی میکنه. اصلا بدون پشتیبانی او رضاخان نمیتوانسته. رضاخان که میگویم چون در اون هنگام رضاشاه نبوده، این رو کسانی که این برنامه رو میبینن حمله بر توهین نکنن، سردار سپه در اون هنگام پشتیبانی مدرس رو داشته. سپس مدرس با همین سردار سپه که نخست وزیر شده در میفته و درگیری های جدی میان اونها با وجود میاد. مدرس شخصیتی است که باید بازشناسی بشود در تاریخ ایران. مخالفت او با حقوق زنان در مجلس دوم خیلی روشن و آشکار است، ولی از یک آخوند شما بیش از این هم نمیتوانید انتظار داشته باشید. با این حال در زمینه های مدرس میتوان گفت نسبت به آخوندهای همدوره خودش جلوتر بوده و اندکی امروزی تر یا آن روزی تر فکر میکرده، 1000 سال پیش از اون رو به بازی نمیگرفته. ولی روی هم رفته باید گفت که تأثیر مدرس به عنوان نماینده روحانیان تراز اول در مجلس، یا کسی که به هر روی دارای اعتبار سیاسی بوده و شهرت به فساد هم نداشته، چون در این زمینه کسی هیچ گفتگویی ندارد که مدرس انسان پاکی بوده، تأثیر او در زمینه قوانین در ایران تأثیر منفی بوده، به ویژه اون 8 ماده‌ای که مقدمه یکی از 2 لایحه مهم پیدایش عدلیه نو در ایران شد، پیش از دوران داور، در زمانی که زنده یاد میرزا حسن خان مشیرالدوله پیرنیا لایحه قانونی پیدایش عدلیه رو و قوانین عدلیه رو به مجلس داده بود، یکی از اونها که چگونگی محاکمات بود مورد نقد مدرس قرار میگیره و او 8 ماده به عنوان پیش درآمده برای این قانون می‌نویسه و تحمیل میکنه.
و تا حدود زیادی از توانایی ساختار حقوقی عرفی سکولار ایران میکاهه. در این زمینه ها باید بررسی بشود نقش مدرس، نقش منفی در این زمینه ها داشته، ولی روی هم رفته باید گفت یک سیاستمدار بوده تا یک رهبر دینی. من بیشتر او رو به عنوان یک سیاستمدار میانه رو ارزیابی می کنم تا یک رهبر دینی، چون هیچگاه در قامت یک رهبر مذهبی ظاهر نشد. هیچ شباهتی اندیشه های مدرس با آقای خمینی نداشته. مدرس خودش رو بخشی از چالش مدرن سازی ایران میدانست. در مجلس نماینده شده، در دوره دوم مجلس رفته و رأی گرفته، یعنی خودش رو به رأی مردم گذارده و نماینده اول تهران شده. هیچ شباهتی به شخصیت آقای خمینی که اصلا به این روند به هر حال مدرنیته باور نمی داشته، هیچ شباهتی به ایشان ندارد و باید گفت از یک جنس متفاوتی بوده. شاید مدرس بیشتر شبیه اون آخوندهایی بوده که در دوران انقلاب در چندان هوادار آقای خمینی نبودن، مثل آقای شریعت مداری و گلپایگانی و خانساری و دیگران. بیشتر به اون خانواده فکری سنتی روحانیان ایران تعلق داشته تا به خانواده فکری آقای خمینی و شیخ فضلاح نوری. خیلی ممنونم آقای امینی عزیز. یک نامه دیگر، آقای به اسم بهمن از تهران. بله. با درودهای فراوان، به نظر می رسد که آقای امینی در بیان تحولات تاریخی فقط به اسناد مکتوب عنایت دارند. به عنوان نمونه ایشان موضوع سقوط خزعل را به سادگی بیان کردند، به قول انگلیسی ها کردیت را به رضاخان دادند. لابد می‌فرمایند اسناد چیزی بیش از این به ما نمیگویند. من خودم، یعنی بهمن میگه، من خودم از یکی از نوادگان دختری خزعل شنیدم که میگفت انگلیسی ها به انگلیسی ها به خزعل خیانت کردند. خزعل از آنان درخواست سلاح و مهمات می کند و در یادداشتی می نویسد با گرد و خاکی که این قزاق در تهران به پا کرده هیچ معلوم نیست که با قوای تحت امرش رو به سوی ناصری نیاورد. انگلیسی ها در ابتدا می گویند ای شیخ نگران نباش، این قزاق از خودمان است. در آخرین دیداری که یک افسر بلندپایه انگلیسی با خزعل داشته به شیخ میگوید ما خواهان ایران یک پارچه و مقتدر هستیم که اگر بولشویک ها در روسیه جان گرفتند ایران گذرگاه راحتی برای عبور آنان به سوی هند نباشد. با سپاس از تهران بهمن. آقای امینی کارتون خراب شد. همیهن گرامی یه نقطه کم لطفی میکنن در مورد اون که من گفتم. نخست اینکه من تنها به آنچه که مستند هست اشاره نکردم. من از یادمانده هایی که بازگو شده از دیگران هم یاد کردم در گفتگوهایی که با شما داشتم پیرامون افتادن خزعل. اما اجازه بدید در آغاز گفتگوی خودم یک نکته رو، یا در آغاز این بخش پاسخ به شما یک نکته رو روشن کنم. من نقدهای زیادی به رضا شاه دارم، ولی یک لحظه هم درنگ نمی کنم در این مورد که خزعل فاجعه برای ایران بود و بر افتادن خزعل یکی از دستاوردهای دولت مدرن در ایران به شما میآید. یعنی شما هر میزان انتقادی که می توانید به رضا شاه داشته باشید هرگز نمی توانید از خزعل پشتیبانی کنید. اگر شما یادمانده زنده یاد احمد کسروی و یادمانده های دیگران رو در مورد رفتار خزعل در خوزستان بخوانید، با یک موجود یا یک ببخشید جانور آدمکش
جنایتکاری روبرو هستید که دمار از روزگار مردم عرب خوزستان رو هم در آورده بوده. این نیست که تنها با دولت مرکزی در ستیز بوده، آدمی بوده دنبال قدرت، ثروت، خود او و فرزندانش، چند پسرش به ویژه، چهار پسرش که در پیرامونش بودن، البته ببینید که 23 فرزند از او دست کم به جای میدانیم به جای مانده، حالا تا چند تعداد دیگری رو نامهای اونها رو شاید در دست نداشته باشیم، ولی نام 23 فرزند او رو امروز در دست داریم. ولی این سه یا چهار فرزند پسری که در پیرامون او بودن، اینها به راستی مردم رو به ستوه آورده بودند، مزدگیر دولت بریتانیا بودند. و حالا در مورد رضا شاه هر چه میخواهید شما بگویید، هر چه میتوانند افراد باور داشته باشند، ولی دست کم این است که مزدگیری خزعل از بریتانیا درش هیچ شبهه‌ای نیست و ماندگاری ایران نیاز به این داشته که دولت مرکزی بتواند همه بخش‌های ایران رو از خراسان گرفته تا آذربایجان، کردستان که درگیر شورش اسماعیل آقا سیمکو بوده، بلوچستان، جنوب ایران، عشایر و سرانجام خوزستان رو یک پارچه کنه و پیدایش ارتش متحد مرکزی، داشتن مرزهای روشن، امنیت ملی، اینها جزء دستاوردهای پیدایش دولت ملی است. ما می توانیم به خودکامگی رضا شاه، به نگاه او، چشم داشت او به دارایی مردم و دخالت او به قانون اساسی سخت خورده بگیریم و باید هم بگیریم، ولی نمی توانیم بگوییم که ایران رو نباید یک پارچه می کردن، خزعل رو نباید، دست خزعل رو نباید از خوزستان کوتاه می کردن. اما اینکه آیا دست انگلیس در این کار درگیر بود یا نه، این رو من در گفتگوهای دیگری با شما و با هممیهنان در میان گذاشتم، در نوشته‌های خودم هم اشاره کردم. راستی هم این است که ما با یک تضادی در این زمینه روبرو هستیم، به این معنا که دولت بریتانیا از یک سوی خواهان تقویت دولت مرکزی در ایران است برای درگیری با یا جلوگیری از گسترش بلشویک‌ها که به مرز ایران رسیدند و حتی وارد ایران شدند در جریان شورش گیلان و جمهوری گیلان، و از آن سوی دیگر دو دوزه بازی می کنند. یعنی هم از یک سوی از پیدایش دولت مرکزی رضا شاه در ایران، هنوز رضا شاه نشده، سردار سپه پشتیبانی می کنند جناب اشرف، از آن سوی بله از آن سوی حضرت اشرف، حضرت اشرف و جناب اشرف رو به فکر من قوام میگفتن. بله، منم خودم این اشتباه رو در یه برنامه کردم و یکی از هممیهنان ایمیلی برای من فرستاد، دیدم کاملا درست است که جناب اشرف عنوان قوام بوده و حضرت اشرف عنوانی بوده که به رضا شاه میدادن. در همون دورانی که اینها از رضا شاه حمایت میکردن، از احمد شاه هم حمایت میکردن. یعنی بازی پلیتیک انگلیس است، سیاست انگلیس است که مهره های گوناگونی رو در یک سپهر سیاسی ازش پشتیبانی میکنن تا ببینن کدام به سودشون هست. در همون زمان خزعل رو نه پشتیبانی بلکه خزعل رو مسلح کرده بودند. اصلا این ماجرای قیام، کمیته قیام سعادت، این دستپخت بریتانیا بوده که خزعل در کانونش قرار داشته، چند تن از سران عشایر بختیاری و قشقایی و لور در اون شرکت داشتن، مدرس هم از این پشتیبانی میکرده و ادعای اونها بوده که اینها میخواهند برای سعادت ملت قیام بکنن در برابر رضاخان و احمد شاه رو دوباره قدرتمند کنن در ایران. این ادعای خزعل و کمیته قیام سعادت ملی بوده. دستپخت کنسول بریتانیا در خوزستان و بصره است، اینها در واقع این برنامه رو ریختن. راستی این است که پیرامون رضاخان شخصیت هایی ایستاده بودند که میهن پرست بودند. بسیاری از کسانی که به فراز رضاخان، به رضاشاهی نقش داشتند، آدم هایی بودند که سخت هوادار ارزش های دوران مشروطه بودند، برآمده از اون دوران هستند و اینها بودند که پیرامون رضاشاه رو گرفتند و او رو از او پشتیبانی کردند برای
ایجاد یک دولت نیرومند مرکزی، و اونها بودند که سخت پافشاری میکردند که خوزستان رو نباید به دست خزعل سپرد. و خود رضا شاه در آغاز کار، رضا خان در اون موقع هنوز رضا شاه نشده بود، حتی آغاز نخست وزیری بود، مطمئن نبود که میتواند از پس خزعل بر بیاید، ولی بسیاری از پیرامونیان پافشاری میکردند که باید چنین کرد و خود اون هم بران شد. البته در اینجا باید گفت که درست است این نکته هم میهن ما، دست پنهان سیاست انگلیس هم در کار بوده. دریافتن که نمیتوانند این بازی رو ادامه بدهند، نمیتوانند از یک سوی به دولت مرکزی در ایران بگویند که ما از شما حمایت میکنیم و از آن سوی دولت خزعل رو پشتیبانی کنند و او رو تحت الحمایه خودشون قرار بدند و پول و جنگ افراز برای اون بفرستند. من در زیرنویس کاری که برای زندگی نامه احمد کسروی کردم به این اشاره کردم، چون زنده یاد احمد کسروی اشاره میکنه که ما نمیدونستیم چه رازی در کار هست که رضاخان نخست وزیر بدون هیچ گونه پشتیبانی نظامی وارد ناصری شده، وارد اهواز آینده شده. این برمیگردد به گفتگوهای پشت پرده سر پرسی لورن وزیر مختار بریتانیا در ایران با شیخ خزعل. اسناد نشون میدهند که همزمان با آغاز سفر رضاخان به سوی شیراز و سپس بوشهر و از آنجا به دیدار با خزعل، لورن به آقای خزعل رسانده بوده که دولت بریتانیا دیگر از او در برابر دولت رضاخان پشتیبانی نخواهد کرد و او باید تسلیم بشود. تلگراف تسلیم خزعل به رضاشاه آینده، هنگامی که او در یا بوشهر بوده یا در نزدیکی بهبهان، به رضاشاه آینده میرسد و او میگوید که این عبارت رو براتون بخونم، خیلی جالبه. این در این تلگراف سرسپردگی خزعل میگوید که او از سوی مغرضین و بختیاری ها که البته نسبت به وجود زی وجود حضرت اشرف اداوت داشتن برانگیخته شدم. گفتن این بختیاری ها بودن که من آمدند و برانگیختم، من خودم آدم ساده‌ای بودم و همیشه شما رو دوست داشتم. جالب اینجاست که این نامه لورن و پوزشخواهی خزعل در روزنامه های تهران چاپ می شود و دولت سخت برآشفته می شود از این موضوع، برای که نشان می دهد که دولت بریتانیا پادرمیانی کرده و دولت رضاشاه نمی خواسته که این پیروزی با همراهی دولت بریتانیا به اون نام نوشته بشود. این است که انکار میکنند این سند رو. ولی به هر روی خزعل تسلیم شده بوده زیر فشار بریتانیا و او رو در واقع تسلیم رضاشاه آینده کرده بودند. ولی جالب اینجاست که برداشت این بوده، برداشت بریتانیا میمونده، که رضاخان و سپس رضاشاه آینده خزعل رو فرمان روای خوزستان خواهد کرد و او رو حفظ خواهد کرد. و حتی رضاخان در سفری که پس از رفتن به ناصری و پذیرفتن تسلیم خزعل از راه بصره و سپس نجف و بغداد به سوی تهران انجام میدهد، پسر ارشد خزعل رو با خودش همراه میکنه و خزعل جدا فکر میکرده که آینده خوزستان با او خواهد بود. ولی سه ماه پس از، یا کمتر از سه ماه پس از تسلیم خزعل، خزعل رو دستگیر میکنن و روانه تهران میکنن. این قسمت رو بریتانیا نخوانده بوده. اسناد مانده در دست ما از گزارش های سفارت، گزارش های وزارت خانه، گزارش های به وزارت خارجه بریتانیا آمده، گواهی بر این است که تردید و دودلی در میان مقامات بریتانیایی وجود داشته که چگونه در واقع نسبت به این روابط میان خزعل و دولت مرکزی ایران رفتار کنند. ولی در این جای تردید نیست که از یک سوی پافشاری دولت مرکزی ایران که رضاخان نخست وزیر او بوده و سپس عقب نشینی هایی که خزعل در جنگ با دولت مرکزی در منطقه لرستان و بهبهان انجام میدهد، یعنی شکستی که از نیروهای دولتی میخورد، همه اینها در سقوط خزعل نقش داشته. اینها ساخته و پرداخته نقشه صرف انگلیسی نیست،
ولی این نکته رو که این همیهن گرامی در مورد خیانت انگلیسی ها به خزعل گفتن کاملا درسته. خزعل این رو به دیگران هم گفتی که انگلیسی ها به من خیانت کردن. البته انگلیسی ها خیانت نمی کردن، منافع خودشون رو دنبال می کردن. این است که به درستی اشاره کردن که نقش داشته دولت بریتانیا در تسلیم خزعل، ولی این رو نباید به حساب این گذاشت که هیچ نقشی رضاخان، دولت مرکزی و کسانی که پیرامون او بودند برای فراز او به قدرت در گرفتن خوزستان و یک پارچگی ایران نداشتند. یکی از دستاوردهای بزرگ تاریخی ایران در دوره سالهای 1299 تا 1305 ایجاد امنیت و یک پارچگی در ایران هست که به داوری من نمیتوان با همه نقدی که به دوران رضا شاه میتوان داشت این ارزش برجسته به دست آمده اون دوران رو نپذیرفت و به حساب نقش انگلستان گذاشت که درست نیست. ممنونم آقای امینی عزیز، در 12 دقیقه وقت داریم و شما همه وقت رو به نامه ها دادید، ولی این نامه هم خودش هر کدام یه پروژه تاریخی بود. آقای امینی 12 دقیقه اینجورا وقت داریم، بفرمایید که فدایان اسلام در اون 10 سالی که در صحنه در عرصه سیاست ایران یا در پیرامون آن حضور داشتند چه نقشی بازی کردند، چه تأثیری داشتند؟ ببینید این یک گفتگوی بسیار بلندی است که باید به اون پرداخت. یعنی یکی دیگر از افسانه هایی که در سالهای گذشته ساز شده، پرداخته شده و پذیرفته شده از سوی بسیاری از هممیهنان در این زمینه است که فدایان اسلام یک نیروی بسیار برجسته ای در دگرگونی های سیاسی تاریخ ایران، به ویژه سالهای بین شهریور 20 پس از رفتن رضا شاه و کودتای 1332 28 مرداد بوده. اینها راست نیست. فدایان اسلام یک گروه بسیار ناتوان و کوچک تروریستی بوده که پایگاه اجتماعی بسیار بسیار اندکی داشته. من تنها برای شما یک نمونه ای از ناتوانی این گروه رو. شما چند سالتون بوده اون موقع؟ ببخشید؟ شما در اون زمان چند سالتون بوده؟ من دنیا نیومده بودم آقای مهدی، اذیت میکنی شما. شما ولی من بودم، من دیدمش. بله خب ما تو جلسات چونم رفتم. بله شما خب به هر حال از ما چند سالی بزرگتر هستید. عقلا که خیلی، ولی خب سنن که چند سال. من اصلا دنیا نیومده بودم اون موقع، من فرزند 28 مرداد به بعد هستم. عرض کنم که ببینید افسانه ساختن. تنها برای اینکه نمونه ای از این ماجرا رو برای شما بگویم، این گروه آنچنان در حتی میان نیروهای مذهبی دارای پایگاه اندک بوده که در ماجرای آوردن جنازه رضا شاه به ایران، چون میدونید که رضا شاه در جزیره موریس درگذشت و جنازه او رو به مصر بردند، امانت گذاشتن اونجا و پس از مدتی از مصر آوردن به ایران و ماجراهایی در اون دوران بود که آیا این جنازه رو باید به قم بیاورند یا به شهر ری برند، آرامگاه رو در شهر ری فراهم کرده بودند و درگیری تمام های... شهر رفته بودن به بدرقه‌اش. من یادمه تمام مدارس تعطیل بود. بله ما هم برده بودن در میدان شاه خیابان ری، اونجا صف کشیده بودیم. خیلی قضیه بزرگ. بله جدی بود. فدایان اسلام اعلامیه بیرون میدن که تهدید میکنند مراجع رو، به ویژه آقای بروجردی رو که باید مخالفت کنه با ورود جنازه رضا شاه به قم، چون برده بودن به صحن حرم که بر اون نماز بخونن و سپس به شهر ری بیاورن و میریزن در جلسه درس آقای بروجردی اعلامیه پخش میکنن. آقای بروجردی خشمگین میشود و عده‌ای از پیرامونیان آقای بروجردی میریزن و طلاب هوادار فدایان اسلام رو کتک میزنند، از جمله دست واحدی نفر دوم فدایان اسلام در این ماجرا شکسته میشه و اونها رو از قم بیرون میکنند و حتی خرج هزینه‌ای که به طلاب میدادند رو از اونها قطع میکنند. تا
این اندازه اینها بدون پایگاه بودن. یک گروه به نظر من مورد پشتیبانی محافل سیاسی ویژه‌ای در ایران بودند، آدم‌های مانند سید ضیاءالدین طباطبایی و آدم‌های مشکوک دیگری از اینها پشتیبانی می‌کردند و دارای پایگاه جدی نبودند. هیچگاه شمار اعضای اونها در تمام این دوران به 100 نفر هم نرسید و مقایسه کردن اونها با اخوان المسلمین که میلیون‌ها نفر هوادار در کشورهای اسلامی به ویژه کشورهای مسلمان نشین به ویژه مصر و سوریه داشتند و قدرت گرفته بودند، اصلا نمیتوان اونها رو با این جنبش اجتماعی بسیار نیرومند اخوان المسلمین مقایسه کرد. در واقع باید گفت یه جریان مرموز سیاسی تروریستی بوده که با هواداری هایی در این رهگذر سیاسی، در این گذرگاه های سیاسی اون دوران زندگی میکرده و بهره میبرده از درگیری های درونی حکومتی، دارای توانایی زیادی نبوده و بسیار چیزهایی که درباره اونها ساختن دروغ است. مثلا میگویند که پس از ترور رزمارا این رو آقای خسرو شاه شد. آقای امینی ما متاسفانه من اشتباه کردم، یک دقیقه وقت داریم. این مثلا آقای خسرو شاهی گفته این رو که بله اینها نشستن و با قلم قرمز که علامت خون باشد به تمام نماینده های مجلس نامه نوشتن و گفتن که اگر شما ملی شدن صنعت نفت رو تصویب نکنید، این بلایی که سر رزم ما را آوردید سر شما خواهیم آورد، و به این ترتیب است که ملی شدن صنعت نفت تصویب شد. خب یک دروغ تاریخی است، چون در کمیسیون نفت پیش از کشته شدن رزم ما را به اتفاق آرا رأی داده شده به طرح ملی شدن صنعت نفت و برنامه ریزی برای این رأی گیری در مجلس هم شده بوده. افزون بر این چه نامه ایست که به نزدیک به 200 نفر نوشته شده و یک نسخه از آن باقی نمانده؟ یعنی هیچ یک از کسانی که سالهای پس از اون در میان ما بودن یک نمونه ای از این نامه رو که به خط قرمز نوشته شده بوده و تهدید کرده بوده هیچ کجا نشان ندادند. و این مانند اون قرآن های پشتش امضا شده دروغی نیست که میگویند که نواب صفوی و رهبران جبهه ملی با هم پیمان بستند، کنار کرسی نشسته بودند و امضا کردند، ولی این قرآن رو هنوز کسی نشان نداده. این نوع افسانه سازی ها در مورد فدایان اسلام ساخته و پرداخته این 40 سال گذشته است و این رو خیلی ها پذیرفتن و شوربخت ها که برخی از روشنفکران و نویسندگان سکولار غیر مذهبی ایران همین رو پذیرفتن و این رو بازگو کردن. از جمله در همین کتاب آقای یروند آبراهامیان که اشاره کردیم در اونجا هم آمده. شما به هر حال با این پرسش ها پیرامون نامه ها ما رو به راه هایی کشوندیم که به بحث هایی بپردازیم حتما. ولی وقت زیاد هست آقای امینی، پس ادامه میدیم هفته آینده. بله بله، در خدمتتون خواهیم بود. سپاسگزارم، خیلی ممنون. امیدوارم که همواره سالم باشید و سر بلند. سپاسگزار مهر شما هستم. به همچنین سپاسگزار همیهنان گرامی هستم که به این برنامه توجه فرمودند و همچنین از آقای امیرخان عزیز تشکر میکنیم، کارگردان. درود بر شما.